فصل 19 سایف زین. پایون لفاناو هر ونیش خود اگه جلوش بود بسیار که شخیطا بکنه او بیرخ و براخا گفت ال هش شخیطا بر شخیطا و خرکاخ و بعد از اون هوی اولو اوت اووردن بازم براش ایم کشه میبیم. اگر هنگامی که میارن برای اون آخریارا یش عدنی لفاناو هنوز هست جلوش، از اونایی که شاوی لفاناو بوده جلوش کشی بیرخ هنگامی که براخا گفته این ساریخ لخزدور اون وارخ، لازم نیست که برگرده و براخا بگه به ایم لاو و اگه نه ساریخ نواره، لازمه که براخا بگه ولی خط خیلا خیلی صرف میبندی دارم ولی خط ببخشید ولی خط خیلا تو خوبه که لیزاهر مواظب باشه لیزوت در تو که باشه در فکرش در زمان براخا الکرمش شیابی اولو و هر چیزی که برش میارن. آقا شما جلوتون خیلی مرغ بود که شخیطا کنید، خب یه براخا میگه درا همش، بعد دوباره براتون مرغ آوردن. اگه هنوز از این مرغا جلوتون باقی مونده لازم نیروش براخا بدید. پس مثلا 10 تا مرغ جلوتون بود، مرغا را یه براخا گفتید شخیطا کنید، هنوز 2-3 تا از این مرغا مونده، بازم براتون مرغ آوردن، لازم نیست که برگردید و براخا دوباره بگید مرغ قبلی ها هست. ولی لخط خیلا همیشه یه شوخت وقتی میخواد براخا بگه نیت میبنده که من براخایی که میگم برای هر چیزی که جلو من میارن اونا حساب بشه این براخا. بله سایفه تتا ببینیم بر هتر سایف قطانه تت بر هتر نیش خود به کاتب به شخ و نوشته در شخ به حدیم و اون قانونه ایم های لفانا اگه بود جلوش اخاد نشخوت یه دونه شخیطا کنه اول آخر شبیره و بعد از اینکه براخا گفت قبل اینکه شخیطا کنه آوردن جلوش یکی دیگه. یعنی آقا شما حتی یه دونه هم خواستید شخیطا کنید براخا رو گفتید اومدید شخیطا کنید یکی دیگه براتون آوردن دیگه رو دومیه براخا نمیگید و گفتیم لخط خیلا هم سعی میکنیم نیت ببندیم که هر چیزی که برامو میارن به عنوان براخا برش قرار بگیره. خب لو تایم فاتانی یود برهتر کاتب به شخ نمیشته در سیفت کوهن به شخط قابو و که شخط معین مطمئنن ودای دعتو الکلمه مطمئنن فکرش بر چیزیه که میارن برش حتی بیش نمینیم با دو نوع و لازم نیست که براخا بگه کل زمن مادامی که شلو صاف بنتاییم بینی صحبت نکرده. آه یه شخط قوه همیشه وقتی میخواد براخا بگه نیت میبنده این براخایی که میگم دیگه هر چیزی که جلو من آوردن اون براخا حساب بشه، حتی اگه نوع دیگه ای آوردن مثلا الان داره بله مرغ شخیطا میکنه کبوتر آوردن. یه شخط معین همیشه نیت میبنده که این براخایی که من گفتم برای هر چیزی که الان برای من بیارن حساب بشه. بله و این یه شنو نشخوت حربه افوت و اگه هست بسیاری از پرندگان و براخا گفت براخای شخیطا را و با آخر و اومد یه شخص دیگه ای که بگیره اون پرنده ها را که شخیطا کنه لازمه اون آدم دیگه براخا بگه چی شد؟ آقا شلمو داشتن شخیطا میکردن دارن 10 تا اوف اووردن جلو آقا شلمو که شخیطا کنن، یا آقا ما هم از راه رسیدیم گفتیم آقا شلمو 2 تا شو بدید ما شخیطا بکنیم. درسته که آقا شلمو وقتی براخا گفتن کوانوشون رو این 10 تای بوده خب، ولی وقتی من میرم اونجا 2 تاشا میخوام شخیطا کنم منم برای خودم براخا میگم بازه دیگه. خب بریم روات های سایف خط فصل 19 سایف خط. آیا شخط خیا او او اگه داشت شخیطا میکرد خیا یا پرنده به دعتو و فکرش بود که شخیطا کنه بازم به شاخت و فراموش کرد به کیستا و کیسوی هدام گفت و برخا گفت که شخوزه لیش خود هنگامی که برمیگرده شخیطا کنه لازم نیست که برگرده و براخا بگه بر شخیطاش این حکیسوی حفظه که کیسوی هدام حفظه نیست. کی شد؟ شما آمدید آقا مثلا 10 تا مرغ میخواستید شخیطا کنید 8 تاشا شخیطا کردید حواستون نبود اومدید کیسوی هدام و براخا گفتید و خونشا پوشوندید. آیا این میگه یا میگه 10 تاشا رو شخیطا کردید کیسوی هدام هم گفته بعد بود؟ نه هنو مونده هست بعد اینا بوده 10 تا ما بوده 8 تاشا شخیطا کردید 9 تاشا شخیطا کردید با. حالا شما اومدید یادتون رفت 8 تا رو که شخیطا کردید حواستون نبود 2 تا دیگه رو میخواد شخیطا کنید اومدید کیسوی هدام کردید با وجود اینکه کیسوی هدام کردید و 2 تا دیگه که باقی مونده براخا نمیگید. چرا؟ چون کیسوی هدام حفظه حساب نمیشه. کیسوی هدام پوشوندن خون خون پرندگان رو میسوشون
بله چون کواناش بوده رو 10 تا چه سوی حدام حفظه حساب نمیشه. دیگه نبرخا شختا رو دو تا بعدیه میگن نبرخا کی سوی حدام درسته؟ کی سوی حدام رو دو تا بعدیه ندگه نمیگه. بدون برخا اون نمیشه. کی سوی حدام حفظه حساب نمیشه. حفظه برای برخا شختا حساب نمیشه. ولی دقت کنید قبلا گفتیم اگه حرف زد قانون فرق داره با شخص نباید بین یه شختا و شختا دیگه حرف بزنه. اگه حرف خول زد اون موقع دوباره برگرده و برخا میگه. واضحه. بله. هگار خب سخت میشه که آقا فرد تلفن میکشن تلفن نباید باید دقت کرد که نباید حرف بله باید که سوی حدام بگن ترجیحا شینوی مقام بکنن دوباره برای خواهش اکتار رو اما تو سوی حدام آخر یه اونوار گفت برای خواهش بدون برای خواهش بله خب هرگاه به خیر حدین و همین قانونه اگه شخطا کرد خیار یا اوف و میخواد شخطا کنه به هما میپوشونه اون خونه خیار رو و شخطا میکنه به هما رو بدون برای آقا شما هم آهو شخیطا کردید هم گاو خواهید هم آهو شخیطا کنید هم گاو آهو چه سوی حدام داره با درسته نمتایی ببینید مثلا شما آهوه را شخیطا کردید الان میخواید برید یه گوسفند یا گاو شخیطا بکنید به این حالت یه برخا شخیطا میگید برای آهوه چه سوی حدام میکنید بعد گاوه را بدون برخا شخیطا میکنید یعنی چیزه کیه چه سوی حدام داره اول چه سوی حدامش انجام بدید بعد برید سر بعدی مثلا حیوانات دیگر درخواه ببینید پرندگان و خنیا که سوی حدام داره گاو و گوسفند که سوی حدام نداره شما اگه پرنده یا خنیا اول شکیتا کردید بعد خواستید گاو و گوسفند شکیتا کنید اول که سوی حدام میکنید اونها را بعد اونها را شکیتا کنید مرغ پرندگانه دیگه پرندگان مرغ کبوتر قمری بوغلمون اردک یعنی حمایتی که برنامه برای خوش شخیطا لازم نداره چرا چون که سوی حدام حفظه حساب نمیشه ببخشید یعنی ما اول خیاره رو شخیطا میکنیم که سوی حدام برای خوش شخیطا رو میگید بعد که سوی حدام با برخا بعدش رو میسره چی گاوه رو بدون برخا بدون برخا شخیطا بله خب بعدتا ببینیم بعدتا رو یود آنف حفظه بکاتم به تز صحیف قاطنه یود آلف برهته حفظق گفتیم که سوی حدام حفظق نیست به کاتب به تور زهاب و نشته در تور زهاب اول الکیسوی اما بعد پوشوندن خیامه که براخا بگه نفی به خاطر اینکه ششاخت فراموش کرده به های صبور شلویش خود اود و فکر میکرده که نمیخواد دیگه شکتا بکنه به ها پس طبق نظر تز اگه دقیقا طبق نظر تز اگه شما 10 تا مرغ بود 8 تا شخیطا کردید اومدید کسوی حدام کردید دو تا دیگه را برخا شخیطا میگید یا نه نه برخا نمیگید چون از اول کواناتون بوده که رو 10 تا بگید رو 10 تا برخا شخیطا باشه ولی کسوی حدام دو تا بعدیا برخا میگید گفتید که نمیگیم که ها کسوی حدام رو گفتید طبق تز ها تز میگه طبق تز و کسوی حدام رو برخا میگید ها بله درست بله به ها دل سایفه و اینکه در سایفه در مورد قانون حفظ سیخا صحبت کردن لازم نیست که براخا بگه برای دوم بر کیسوی اونجا فکرش بوده از ابتدا در زمان براخا که اون کیسویه باشه بر چیزی که میپوشونه بعد از اون به ها یادش ریش خود اینک میدونسته که شکتا میکنه بعد از اون اوکی یو دت رابطه چی گفت اینجا ببینید در سایفه چی بود قانونش سایفه قانون این بود که اگه خواست شخیطا کنه لازم مواظب باشه که بین شخیطا و شخیطا صحبت نکنه چیزی که صورت شخیطا نیست و اگه صحبت کرد لازم خونه را بپوشونه درسته؟ و برای بار دوم شخیطا را براخا بگه ولی کسوی حدام دومی را براخا نگه خب کسوی حدام دومی را براخا نگه خب اونجا این قانون اینه ولی اینجا کسوی حدام دومی را براخا میگه چرا؟ چون کیسوی حدام دومو براخا میگه چون کیسوی حدامه که رو هشتمین مرغ انجام داده فکر میکرده اینا دیگه تمومه دیگه فکرش نبوده که دوباره کیسوی حدام بکنه پس رو دومی رو براخا میگه بله میشه یه شو درمش ایسان جان طبق ماران بود ولی نمیگه درسته نبوتای خب میریم سایف خط فصل 19 سایف خط فصل 19 سایف خط ماران بله اینا خوندیم دیگه خوندیم میریم یود بت مونده بر حتب یود بت مونده فصل 19 بر حتب یود بت براخا
بدون براخا گفتیم اگه یه آهو شخیطا کرد، آهو را براخا شخیطا میگن، یعنی اسم بنده رو گاو، گاوه هم که بعد میخواد شخیطا کنه کسوی حدام میکنه، بعد گاوه را بدون براخا شخیطا شخیطا میکنه. براخا و کاتم به شرخ نوشته در سیفته کنه اول لفیمش دقیقی مالان، اما بر طبقه چیزی که واضحه بر ما در سیمان کاف خط صحیف کاف که لازمه به دقیقا کنه شوشا قبل کسوی برابر این یفسی خربه خیلی فاصله میفته بین شخیطا و شخیطا و لازمه که براخا میگه بروار دوم نیر الی که شخیطا کنه در اول به همارا بعد یه خسته اختیا بکنه. متوجه شدید؟ ببینید ما گفتیم اگه آهو شخیطا کرد بعد میخواد گاو شخیطا کنه، اول کسوی حدام بکنه بعد گاوه را شخیطا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم کسوی حدام حفظق نیست و زود میسوایی کسوی حدام رو باید انجام بده. ولی بعد حتی حرف قشنگی میزنن میگن آقا ما کسوی حدام رو چه موقع میکنیم؟ وقتی که اون خیاه کاشر بشه، وقتی اون پرنده کاشر بشه. وقتی کاشر بشه کسوی حدام میخواد، اگه طرف آقا اینا بشه کسوی حدام نویلا بشه نداره، درسته؟ پس بنازیه ما اول باید آهوه را بیایم ششش را بدقا کنیم و بیایم تو دلش را ببینیم و بررسیش کنیم که طرفا نباشه. خیلی طول میکشه، بنابراین چون خیلی طول میکشه وقتی آهوه را شخطا کردیم همون موقع گاوه را هم شخطا بکنیم، بعد با دل قرار بریم بدقاش کنیم، اگه کاشر بود کسی را حدامش بکنیم. یه سال قبل از اینکه بدقا کنیم یعنی میتونیم برای خودش حدام بگیم یا حتما به اول بدقا بشه؟ از موردی نداره بعد از شخیطا دو تایشون بیان. بله دو تا را شخیطا میکنیم بعد اگر کسی کنه نظر باید بود به حمایه برای خودش حدام بگیم، اگه شینوی ماقوی هم شینوی ماقوم بوده یا حرف بی خودم زده بله بله همینه دیگه. بله ما همون موقع شخیطا میکنیم که حفظ خیلی نشه، بعد کسوی ادا میکنیم. البته پیش نمیاد دیگه آهو حالا کجا بوده شخیطا بکنیم. بله گوز نه مجازه، زرافه هم مجازه. خب میریم فصل 20 رباطایی. بفرمایید هاخام شالوم. مخیل آرا قسمت آخر گفتید اول پس باید اون آوه رو شخیطا کنه، بعدش گاوه رو، بعد به دیغاشون که کرد، بعد در آخر کسوی بگه. بله پس خب اول آهو براخا میگه، بعد گاو، بعد کیسوی حدام. خب اینجا یه سوال پیش میاد. بفرمایید. بعد ما الان خب بعد یه چی در نظر بگیریم تو فصلهای بعد قسمت کیسوی که میخونیم خونشون نباید بیاد رو هم یا قاطی نباید بشه اینا رو داریم. بله دقیقا که میرسیم بهش. بله کارک آقا چون اگه بپوشونه خب دیگه مشخص نیست دیگه بشی براخا بگیم وقتی خونه گاو بیاد رو خونه آهوه اونا میپوشونه دیگه، خونه گاه که کسوی نداره، درست؟ کنک آبا تاخام شانم. بله آنها میرسیم بهش اونجا توضیح میدیم ازت هشم. اوکی؟ خب بریم فصل 20. ماقام پس شخیطا به سوار، مکان شخیطا در گردن. خب یکی از مهمترین، ببینید ما الان 20 تا فصل خوندیم، خب این 20 تا فصل یک کنار 10 تا فصل که الان میمونه اینا فوق العاده مهمه، یعنی اون 20 تا به اندازه خودش مهم هست هست، این 10 تا دیگه که میمونه اینا مهمترین هاست، مهمترین های شخیطا هست و مهمترین کیس امتحانه. یعنی اگه هاراور بگن مثلا یکی دیگه از شما امتحان بگیره، اگه همه را قبول کنن ولی هاراور سعی میکنن این قسمت ها را خودشون حتما ازتون بپرسن، مکان شخیطا و پنج نبلوز اینا بی نهایت مهمه. بنابراین حالا که سه میخوام میدن حتی اگه شما قبلا هم امتحان داده باشید، مثلا فرض کنید حالا بگم بیام بیاید پیش من امتحان بدید، خب و همه را خوب جواب بدید، خودشون سعی میکنن این قسمت ها را حتما ازتون بپرسن، پس خیلی مهمه. دقت بفرمایید. فصل 20 مقام شخیطا به سوار، مکان شخیطا در گردن. الف مقام شخیطا به سوار، مقام هشخیطا به سوار، ببخشید صحیف آله، مقام هشخیطا به سوار، مکان شخیطا در گردن به قانه در مورد نای لسد هاروش به سمت سر میشیپوی کوه، از شیپوی کوه. شیپوی کوه را چی بگیم؟ سرازیری کلاهک. چی میفهمید؟
اولمتا و پایینتر و هو و اون قدم شیدخیل قبل اینکه شروع بشه حکو و اون کلاهک لشفر به اون سرانشیبی به لعلوات به بالا به هینو و یعنی شیر بخیته. شیر بخیته یعنی هنجره یا اون گندومک. به هو و اون به شرط اینکه شب صف حقانه در انتهای اون نای لمعلا بالاترش یش به تخ هست در میان طبعت هگدولا. طبعت هگدولا یعنی اون حلقه بزرگ. ببینید دواتنگ محل شخیتا برای قانه و وشت هر کدوم ها باید جداگونه بدونیم چیه. اول قانه، نای. نای همون چیزی که حالت قزروف ماننده و نفس میکشه باش. به این میگن نای. چرا حالت قزروف قزروفه؟ به خاطر اینکه نفس کشیدن اینقدر مهمه که خدا جوری آفریده که همیشه باز باشه. پس نای همونی که بزرگتره. بله، بازه، بسته نمیشه ایش وقت. همیشه بازه. خب حالا محل شخیتاش از کجاست؟ از اون گندمک ها. از اون گندمک ها شروع میشه. ببینید دو تا گندمک، دو تا حالت پولین، دو تا حالت گندم زیر حنجره هست. خب از اونجا محل شخیتاست. از اونجا محل شخیتاست. بعد به تخ تبعت هگدولا باشه. ببینید تبعت هگدولا به چی میگن؟ تبعت هگدولا اون گفتیم پس نای حلقه حلقه است. نای حلقه حلقه اینجوری داره. بزرگترین حلقه انتهای نای میگن تبعت هگدولا. ببینید نای اینجوری حلقه 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 است. اونجایی که وصل میشه به این گندمک ها و شیر خیتیم و اینا اونجا بزرگترینه. این حلقه بزرگترینه که به این میگن چی؟ تبعت هگدولا. پس یش به تخ تبعت هگدولا که ما شنه گرگیریم. پس اونجا مثل دوتا گرگرین. گرگرین ها چه بگیم فارسی شرابات های؟ دوتا حالت حلقه. حلقه. دوتا حالت حلقه میگفت شخوصی. یعنی از جنس بزروف. پروش توضیح ترگم بادل بدل اوزه. مثل بزروف. پروش ترگم توضیح ترگمش بدل اوزه. مثل نرمه گوش ببخشید نه ایلا ماشه نمو یه چیز تا ببخشید. خب بریم ادامه. پس کلومر یعنی حقاشش به اوزه اون سختی گوش. دنیغراین و خونده میشن خیته یعنی گندومک. به این شاخت به تو خخیتین و اگه شخیتا کرد در این گندومک ها به شیر و باقی گذاشت. بنویسید اینا رو. مهم از اونها کل شه و هر قبل معلا بالا این کاشره. شهره که اینک شاخت شخیتا کرده میشی پوی کو و از اون قسمت هنجره یا کلاهک سراشیبی اون کلاهک علمت ها به پایین. به این لوشیگر مهم کلوم و اگه باقی نذاشت از اونها هستن بلکه شخیتا کرد. لمعلا مهم بالاتر اونها هرز مگرمت. این مگرمته. ببینید مگرمت پیروش توضیحش هگراما یعنی حقراعت کج کردن چاقو خود سلماقوم شخیتا خارج از مکان شخیتا لسد خاروش به سمت سر و لسد هگوف یا به سمت بدن که پاسوله.
بله خط خیلی آیش خود شکیتا کنه لمتا پایین تر از پبعت هگ دولا نقطه چی شد ابو تر؟ ببینید محل شکیتا باید حتما زیر هنجره باشه، زیر اون سراشیبی کلاهک، زیر سراشیبی کلاهک محل شکیتاست. اگه خب یه حالت دوتا گندمک ماننده اونجا، اگه این گندمک ها رو هم برید به شرط این که کل شهو یه مقدار از این گندمک ها باقی ممونه، این شکیتا کاشره. اگه بالاتر گندمک ها بره که هیچی از این گندمک ها باقی نمونه، این هگراماست. هگراما جز پنج نولوته، یعنی شخیتا کردن خارج محل شخیتا، به این میگن هگراما. بنابراین وقتی میخواد شخیتا کنه باید حتما زیر شیپوی کوه باشه، زیر کلاهک باشه. اگه تو گندمک ها شخیتا کرد، اگه کل شهوت گندمک ها بمونه، گفتیم کاشره بدی عبد خب، ولی اگه از کل شهو از گندمک ها نمونه این آسوره. ولی خط خیلا زیر تبعت هگه دولا شکیتا بکنه، یعنی لخط خیلا گفتیم تبعت هگه دولا اون حلقه بزرگ نایا میگن، لخط خیلا زیر این تبعت هگه دولای باشه وقتی میخواد شکیتا بکنه. بفهمد اول آن تنه بودن نه، ما کاری اصلا به زرج کشیدن نداریم، این خوق تو راست. شکیتا مثلا میگن آقا حیوان کمتر زرج بکشه و اینا، اینا خوقه. یه وقتی دور از جون کشته ایمش دیگه، خب داره زرج میکشه دیگه، حالا هرجوری که طرف بکشه دیش. درست؟ بفهمید. میرنگ حلقه بزرگ که گفتید بعد شکیتا کنیم، گفتید لخط خیلی گفتید قبل شکیتا کنیم پایین حلقه باشه، حلقه بزرگ این مکان شکیتا بله لخط خیلی. خب بریم ادامه رابطه. حالا به عزت هشم اینا رو بعد حتما با عکسم میذارم تو گروه که بیشتر به امید خدا روش یوم بکنیم و همینطور عملی هم یه بار نشون میدیم به امید خدا. خب بریم ادامه. وشی اورو لمتا ادروش و وشی اورو و اندازش لمتا پایین تا سر. خب ببینید این اندازش از بالا بود، خب یعنی از بالا این قانه که به کله وصله، این اندازه‌ای بود که باید شیر خیتیم باشه. حالا از پایین میخوایم ببینیم چقدر جا داریم شخیتا بکنیم. از پایین میخوایم ببینیم آقا اینشا چقدر جا داریم. آقا اگه این نای باشه ما بالاشا گفتیم جان از کجا بکشیم این سر. آقا این سره رو الان گفتیم تا کجا انتهاشه. حالا پایین سره رو میخوایم، پایین گردن رو میخوایم ببینیم تا کجا جا داره. آقا پایین گردن رو ببینیم. خب بشی او رو لمتا و اندازش از پایین سر کناف ها اونا، یعنی اون چی؟ یعنی بر سر کناف، یعنی اون کنار ما معنی کردیم ربال چی معنی داری؟ کمک بدید معنی داری کنار، کنار یعنی کنار اون قسمت اوناه کناف. بله کنار ها اونا، اون اونا اونا چیه؟ ببینید شش یه حالته چی بگیم اینا تیکه تیکه داره در جناب خب، و یه حالت گوش ماننده بهش، به اینا میگن اونا. خب ببینید شش وقتی نفس میکشه، گاو وقتی نفس میکشه، این تیکه تیکه هست این ششه، اون قسمت بالاش که هست به اونجا میگن اونا. پس تا محلی که اونا بیاد تو قانه این محل شکیت هست. دو برای میتونیم بگیم نایجه ها؟ نایجه بله بهترین معنی بله کنک آده برشید من یک فارسی تو اینجا ها اینا نایجه پس میشه. بله اونا رو بنویسید همون نایجه. پس چی شده با تایی؟ پایینه اون قانه، پایینه اون قانه تا کجا جا داره؟ چرا دیگه نایجه هست؟ خب سیمفونو تو همون اوناست دیگه، به اونا میگن نایجه. درست؟ پس آقا تا محلی که این شش وقتی باد میشه میاد بالا تا اونجا محل شخیتای نایجه. درست؟ که شنفخین اوتا هنگامی که باد میکنن اونا به اوله و بالا میاد لمعلا به بالا اد ماقام شمگیه تا این که میرسه مکانش روشاه بقانه سرش در قانه که اون موقع مکان خودشه. شهای تا نوگت که برخورد میکرده که شهای تا خیا هنگامی که اون خیا به هما بوده و های تا رعا که در کاه و میومده رعا یعنی به چرا میرفته که در کاه مطابق طریقتش کشه تیمشخ سواراه میرغد هنگامی که میکشیده سرشا
کردنش را لیرعوت برای چرا کردن. بلی شتعانوس اسماه بدون اینکه مجبور کنه خودشا دیمشخ سواراه به یوتر که بکشونه سرشا خیلی زیاد. شد؟ ببینید وقتی یه گاو و گوسفند میان چرا میکنن، میان علف بخورن، یکم سرشون رو میکشن. تا مادامی که این سر کشیده میشه، خب تا اون قسمت پایینش قابل شخیطاست. ببینید ممکنه ما بگیم خب آقا نای پنهانه توش سینه، چجوری نای اونا را ببینیم، اون نایجه را ببینیم. خب تو این حالت تا وقتی که سرش را خم میکنه که علف بخوره، تا اون قسمت پایین که سر میاد جلو، گردن میاد پایین باز میشه، تا اونجا میتونیم شخطه بکنیم. درسته؟ زرافی خیلی، بله زرافی خیلی مثلا جا داره که شخطه بکنیم. اوف اوف و در مورد خب بله بله اوف اوف و در مورد اوف لمتا به قانه که ما برشد، پایین قانه مثل وشته. پس اینا فعلا در مورد گاوه. پس شخیط های گاو قسمت پایین از اوناست. خب یا اگه با اونا نمیتونیم تشخیص بدیم، وقتی سرش را گردنش را گردنش را میاد خم میکنه که اینجوری صاف میکنه علف بخوره، اونجا محلش یه محل اون شخیط های اون قانه است. حالا اوف اینا را نداره، اوف که نمیره به چره، اوف که مثلا اونا نداره که اینجوری باد بشه بیاد. اوف ما با اون انتهای مکان وشت تشخیص میدیم که حالا مکان وشت هم میخونیم که انتهای شخیطاش کدوم بره. بله تا زفت کنم. خب رو تایی بره هتبه یکا ببینیم فصل 20 بره هتبه آلف. اتاق اون را پیروش توضیحش میسد سمول از سمت چپ. ببینید ما گفتیم انتهای محل شخیطای قانه از پایین با اونجاست که اونا را باد میکنیم و اونا میاد بالا. بازه محلای کمار میتونم کدوم اونا؟ اونای سمت راست یا چپ؟ اونای سمت چپ. پروش پس توضیحش میسد سمون از سمت چپ و هنگامی که به ما رؤیه، یعنی میاد به چرا میره، یوتست یوتر خارج میشه بیشتر از بدنش از سمت راست که اون کلوفتره بیشتر. دکاتر به شخ و نشته در شخ به این حقشیره لما علا که ما کاشر نمی کنیم بالاتره طبعه تنگه برم. چی شد پس ابو تحریف؟ ببینید یه بار دیگه برای اتفاق ببینیم برای اتفاق سایی قاطعه آله. پیروش توضیحش میسد سمون از سمت چپ و انگامی که به ما داره به چرا میره، یعنی داره علف میخوره، خارج میشه بیشتر از بدن از سمت راست که اون کلوفتره بیشتر. ببینید به صورت عادی اونای سمت چپ، اونا همون ناجه ششه به هماد در سمت چپ، این یه ذره بالاتر اونای سمت راسته. ولی وقتی به هما میاد علف میخواد بخوره، اونای سمت راستیه یکم بالاتر میاد. پس فرق داره تو چه موقعیتی ما بسنجیم محل اون قانه را. در صورت عادی، در صورت عادی تا اون اوناست، در حالتی که داره میچره اونای سمت راست را در نظر میگیریم. درست؟ نمیفهمید چی میگه؟ یه وارد گرد خب نمیشه بله چی میفهمید؟ ربه اینو میشه این سمت راسته که میفهمید میشه بگیم که شما یه بهمایی رو مثلا در نظر بگیرید، خب این بهمایی مثلا ایستاده سمت راست سینه اونای اون قسمت قرار داره، اونایی که داره میگه برای انتهای قانه هست، یه بهما رو مثلا در نظر بگیرن، خب بهما که مثلا جلویشون ایستاده باشه یا مثلا جلویشون هم به صورت همون رو چهار دست و پای خودشه، قشنگ برابر اون بهمای سمت راست سینه بهمای میشه. دقیقاً. خب رو تایی بذارید من یه شکل ببینم پیدا نمی‌کنم. شکل دارید شما رو تایی؟ بابای من دارم میگرم، یه چند تایی داشتم بذارید پیدا کنم. اگه بفرستید نه اینا ممنونش میشم. تا دارم من دارم شکل، من الان شکل ها رو پیدا کردم، الان میذارم تو گروه بفرمید. چرا تو چی به نایجه نایجه به کجا وصله میشه؟ به شش. خب پس محل شخیطاشو داریم میبینیم تا کجاست. رابط های من اکساشو براتون میدم، اکسا رو الان میذاریم تو گروه. بیا این شکل اول
این شکل اول اومد رمو تا یکس کن اومد چرا برای ما نایمد پس خیلی الان تبعت اگه دولاه درسته؟ بله بله خب حالا از این ببینیم این تبعت اگه دولاه است بیانه اینجا این تبعت اگه دولاه آقا این نای آخرین حلقه بزرگترین حلقه بالا رو میگن تبعت اگه دولاه از گردن بله از گردن قسمت بالا که بهش سر وست این تبعت اگه دولاه است که گفتیم طبق نظر رمال خطی خیلی باید پایینه این باشه درست؟ این هم بذارید بفرستیم دو بارو چیه؟ بذارید آنو میرسیم مرغا میرسیم نمیگم از که اونو من هیلاگی میگم پایین تر از اون باید شیطا کنم گم دو مکه هست که دو تکنه بله. دیر اومدید توضیح دادیم ببینید اما این هم شکله را ببینید انتهای قانه انتهای شخیطای قانه اونجاییه که انتهای وشته که یعنی زفق میاد ببینید برای مرغ انتهای قانه از پایین ما نمیتونیم بگیم ناژه و اینا میخواد من اینا بیاد اینجا بعد من براش توضیح من گیج میشم ببینید پس قانه از پایین برای بهما و چهارپا تا جایی که اوناست ولی برای مرغ دقیقاً مثل جاییه که وشته مثل همین این چی میگن اینا؟ چینه‌دان اونجا هست. این برای مرغ. بذارید این شکل هم بفرسم. شکل بعدی. شکل بعدی رو ببینیم. اینجا خیلی قشنگ بعد هنگ دولا و شیر خیتیم و اینا رو توضیح داده. ببینید این شکل را. اینا رو ببینید. این شیپوی کوغن. اومد عکس دیگه. این شیپوی کوغن. شیپویکوه قشنگ اون گفتیم کلاهکی که سراشیبی کلاهک به این میگن شیپویکوه و یه تبعه تگ دولا بشه تبعه تگ دولا اون حلقه بزرگی که این شیپویکوه به اون بس میکنه بله این تبعه تگ دولا است این شیپویکوه عکس رو دیدید امیر ابو تگ پس محل شخیطا طبق نظر ماران از شیپویکوه شروع میشه و میتونیم شخیطا بکنیم طبق نظر رمال خط خیلا بعد از تبعه تگ دولا باشه این شکل هم ببینیم بله حالا این شکل هم همینه که توضیح دادیم حالا بازم بهتره خب میریم شکل بعدی اینم باید اون شکلی که میخواستم آخر نبود پیدا شد بله ببینید این شکل رو ببینیم این عکس شوشه شوش تیکه هایی داره که به این تیکه ها میگن اونا اینا رو میگن اونا اینا این تیکه ها رو میگن اونا بله اینا خب اینا که وله سمت چپ دو تا سمت راست سه تاست خب حالا محل شخیطا پایان محل شخیطای قانه اینجاست این اوناست جایی که اونا باد میشه و میرسه مثلا این وقتی بادش کنید تا اینجا میرسه بعد این محل شخیطای اوناست ببینید هم عکس یه شوشه قشنگ هم یه عکس شوشه قشنگ ببینید این اوناهاش این اوماست بر سمت راست سه تا سمت چپ دو تا به اینا بزرگا میگن اوما به اونا میگن اونا به این بزرگا میگن اوما درست این هم یه عکس خیلی قشنگتر از به طور کامل وقتی باد شده را داره نشونمون میده ببینید شما وقتی اینا را باد بکنید این شوشا را بادش کنید این شکلیه این باد شده شده درست ستاش کجاست؟ این سمت چپه الان اون بری گذاشته چپه اینجا هست ببینید این واضح تر دوباره یه عکس واضح تر از شوش هر قسمت که باز کرده چی بشیم؟ اونا به بالا یا که تیکه تیکه هست میگن اونا به پایین که بزرگتره میگن اوما درست؟ همین اصلا آقا لمعصه یاد گرفتیم که
شخیتای بهما از بالا که به کله وصله، از شیپوی کوه شروع میشه، از سراشیبی کلاهک شروع میشه، خب از سراشیبی کلاهک شروع میشه، میتونیم شخیتا کنیم. و اون گندمک ها رو اگه شخیتا کرد، اگه یه مقداری از گندمک ها باقی بمونه به دیعوض کاشره، اگه باقی نمونه آسوره، نولاس هگراما میشه. ولی خط خیلا طبق نظر رما سعی میکنیم که حتما زیر طبعت هگ دولا باشه و ما شخیتا بکنیم، که واقعا هم همینطوریه، همیشه به خط خیلا زیر طبعت هگ دولا شخیتا بکنیم. بفهمید آقا این گندمکی کجاست؟ گندمکی هنگی تا دست مرغ ندارید؟ حالا باید عملی نشونتون بدید. اوکی. یه حالت نه هفدید ببینید اینجا آدم هم داره، اینا میگن گندمک. دیدید؟ نزدیک چینه دهن. اینا میگن گندمک. چی رو میده دیگه خودت؟ اینا میگن گندمک. ها. دیدید تو مرغ هم اینطور از جوین نه هفته. اوکی. ببخشید. ما براش شخصا نمیگیم. باشه. طوری اینجوری نشون دادم میدونید که رو آدم اصلا صلاح نیست که آدم نشون بده. آدم نباید دهن به ساتان بده. ما فقط به عنوان این میگیم که مثلا اینجاست شیر خیتی ما نشونتون بدم، نه محل شخیتا. محل شخیتا منظورمونه. حالا اگه برای مرغ که شیر خیتی میشه اونجوری یه تغییر من مثل آدمی زاده، بعد زیرمون باشه. حالا اگه شیر خیتی من بریده شد یه مقدارش باقی مونده بود، اون کاشره. شخ رو این خودته. شخ میگن حتما باید زیر طبعت هگ دولا باشه. اگه بالا طبعت هگ دولا بره اینه بلاس. ولی حنفا طبق شخ نیست. ببینید در حتم آلفا در حتم آلف به کاتب به شخ حت دوم فنمشته در شخ دعن الحقشیر که کاشه نمی کنیم بالا تر طبعت هگ دولا. ولی این برخلاف نظر مارانه. شخ به ماران خوله. ماران به دیعوض کاشره، به شرط اینکه یه مقداری از اون گندمکه بمونه. هر قد کن شه بود. بله کاشره. ماران هم به خنده از مهار شاد. حلقات چیه وقتی ماران و شرط خلقن؟ حلقات هم ماران دیگه. به خنده از مهار شاد و همینطور نظر مهار شاده با وجود اینکه شبخ اینو مرسی مجاز نمی کنه بلکه در مکان حفظ نروبه یه شنهاقه میتونیم از سبک بگیریم طبق نظر ماران و همچنین اون در شیختایی اشکنازی هاست. پس آبا حلقا طبقا چیه؟ حلقا طبق مارانه. با وجودی که بعضی پستین سخت میگیرن یا میگن مثلا بخ میگه بعید خداش میگه که تو افسر مروبه میتونیم سبک بگیریم، اما حلقا واقعا طبق نظر مارانه و مجازه. الان اینو سخت میگیرن اشکنازی ها؟ اشکنازی ها خیلی خوب پیشخیطت اشکنازی. بله اشکنازی ها سخت میگیرن. دوباره ببینیم سایف خاطانی دو. به یوتر گفتیم وقتی که میاد چرا میکنه علف میخوره سرش رو که میکشه اونجا که سرش کشیده میشه اونجا تا اونجا محل شخیطه هست از پایین. درست؟ کاتب نوشته دیلمعنا به قانه که بالاتر قانه در اوف ذکر نشده در شوخانه رو به هدیا به صورت واضح مدین و قانونش ریه اول اما ستیمت لاشون از ستام لاشون برداشت میشه دگینو نامه که قانونش همچنین از شیپوی کوه به پایینه مثل به ما. ببینید یعنی ماران علنا نمیدن به ما بگن آقا طبعت اگه دولار پایین تر از طبعت اگه دولار برو گفتن از شیپوی کوه شروع میشه اینجوری ماران گفتن. پس با این وجود که ماران به صورت واضح نگفتن ما همیشه سعی میکنیم که زیر شیپوی کوه باشه، یعنی ترجیحاً خط خیلا طبعت اگه دولار. ببینید شما باید اینجوری جواب بدید. اگه گفتن آقا محل شیخیتا کجاست فقط نگید زیر طبعت اگه دولا، باید همه اینا رو کامل بگید. از شیپوی کوه شروع میشه و اگه شیخیتا کرد اون سراشیبی کلاهک، اگه شیخیتا کرد باقیمون از این گندمک ها به دیعوض کاشره شخ آسور میکنه رما میگه که خط خیلا زیر طبعت اگه دولا باشه. اینجوری اشکنازی هم باید بگیم شخ اینجوری بگه شخ همون اشکنازی نه بعد قانه بعد قانه بعد تا چینه دان سابقه برای مرغ تا چینه دان بله برای گاو تا اونجایی که چرا میکنه سرش بالا میاد یا اونجایی که اونا وقتی باد میشه بالا میاد طایف بت. حالا این در مورد قانه بود نای بود نفهم دیدی چی بعد با قاشنه ما دوره کن اون وشت در وشت در مری میتخیده تماقام از ابتدای مکانی که شخوتخین اتا هنگامی که میبرید مورا میتکوز جمع میشه.
خب حالا بالای محل شختای مری میخوایم ببینیم کجاست. از بالا محلی که وقتی شختا میکنیم مریا میبریم جمع میشه، چروک میشه. ها. درست. پس هر موقع مری جمع بشه وقتی ما شختا کردیم، این چیه؟ این جمع شده و محل درستشه. برای شما وقتی میخواد چک کنید قشنگ ببینید مری یا ببینید وشه تا ببینید جمع شده. اگه جمع شده یعنی جا درست شکل کرد. درست جمع شده یعنی اینجوری بند میگرد عقب و اینجوری جمع شد. اد مقام تا مکانی که شیسیر یعنی پرز پرزه و یدخیل و شروع میشه لیهیوت که باشه پراسیم پراسیم. پراسیم پراسیم معنی فارسی چی بگیم؟ همون میخوام شالوم بگید فارسی خط خط رشته 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 پراسیم پراسیم رشته رشته همون پرز پرز. بله. ککرس مثل کرس مثل شکمبه. پس آقا بشت از پایین تا جایی که پرز پرزی بشه یعنی مثل مثلا سیرابی بشه جا داریم. بالاتر اینا باید باشه. پس تا بالاتر قبل اینکه پرز پرزی بشه. پس از بالا تا جایی که جمع میشه، از پایین تا جایی که به پرز پرزی برسیم که خیلی جا داره تقریبا. بله. بله. شاخت لمعلام مقامزه اگه شقیتا کرد بالاتر این مکانا به هو همیقرا توربت سوشت و همون خونده میشه توربت سوشت. اینه یاد بگیرید توربت سوشت مکانیه که بالای بشته که محل شقیتا نیست، یعنی اگه اونجا را ببرن جمع نمیشه. توربت سوشت اگه ببرندهش جمع نمیشه از بالا، به این میگن توربت سوشت. اگه یکی توربت سوشتا کل شهو اشتباه بره اونجا را ببره یا سوراخ بکنه نمیداست. پس وشیور تور بس هوشت و اندازه یه تور بس هوشت چه اون را اویدیش خیتا شایسته یه شخیتا نیست لمعلا بالاتر در به هما و خیا کده به اندازه این که شیه خوز بگیره اونها را بیشتر اسم اوتا با دوتا انگوش. پس تور بس هوشت ها اگه میخواد ببینید کجاست دوتا انگوش بذارید از اول نای با دوتا انگوش میشه تور بس هوشت. از اونجا به پایین میشه محل شخیتا. درست؟ از بند بفهم. درست؟ خب بریم ادامه. بشیو پس و اندازه تو بس هوشت چه اینو راوی نشخیتا که شایسته شخیتا نیست لمعلا با به ما بالاتر برا به ما و خیا به اندازه این که بگیره بیشتر اسفه اوتا با تو تا انگوش داشت. خب صحیف گیمل ها ببینیم ربون تایی صحیف باطن گیمل. چکرس مثل کرس گفتیم اقا تا زمانی که پرز پرز باشه آزن راشه چهار پروشت هست توضیح میده تر شهاور میتقمت که اون پوست جمع میشه و نعسا قماتیم و چروک میشه به مقام هشخیتا در مکان شخیتا به هاخالال و اون فضاش مخصه پوشیده میشه منش اینکن چیزی که نیست در مورد تور بس نیشعر باقی میمونه هخالال اون فضاش آشکار و میتقمت و جمع بسته نمیشه. همین که گفتم خدمتتون ببینید وشت محلی که وقتی ببرید جمع میشه خودشا جمع میکنه اون محل شتیتاست. بالاتر اونا که میگن تور بسر شت جمع نمیشه و همینجوری عادی میمونه. اونا میگن چی؟ تور بسر شت. خب صحیف قطن زینم ببینیم نه صحیف قطن داله پسولا پاسوله. بله پایین تر این مکان ها اگه بباره این پاسوله و کاتم به شخ نوشته به شخ از گل هارنبام دهوه نویلا که نویلا میشه به غیمالان که واضح برما کلش شخیتا گرندو که هر چیزی که شخیتا باعث بشه برای پاسول شدن اون نویلا است به نفقامینا برای ماست این هی نویلا لینین اوتو به اتبنو که آیا نویلا باشه برای جنبه اوتو به اتبنو یا نه. یعنی آقا ما مهمه که بدونیم نویلا حساب میشه یا نه به خاطر اوتو به اتبنو. چون گفتیم اگه یه مادری نویلا شد در چیشا میتونیم تو اون روز شکیتا میکنیم یه قانون اوتوبیت فنو نداره. بنابراین برامون مهمه که بدونیم نویلا به چی گفته میشه. بنابراین اگه زیر مری که اونجایی که پرز پرز میشه اونجا بریده بشه این به ما نویلا هست. خب هگا به یه شمریم پس ما گفتیم طبق نظر ماران توربست همشه که بالای مریه که اگه بریده بشه جمع بسته نمیشه و محل شکیتا نیست توربست همشه دو انگشته دو اصبعی که میشه هر اصبعی 2 سانتی متر.
در مورد بهماس. بله بله. بله بهماس کورتیوس. خب بریم ادامه. هگار شارواش. هگار به یه شمریم و بعضی هم میگن کدب روخب اربع اتفاوت. بعضی هم میگن به اندازه روخب چهار اسپر. پس به نظر رما اشکنازی ها این تور بس هرشه چهار اسپر. چهار دوتا هشت سانتیمتر. خب به قبالا به یه تقد مونیم و یه سپرده در دست قدیمی ها شبه خل به همام خیا که در هر به همام خیایی اندازش تا مکانیه که میرسه اونجا اوزن ها به هما اون گوشه به هما یا خیاک که شکوففین اتاه انگام که خم میکنن اینا. آقا شما اگه میخواید محل شکیتا را بری پیک پوک در نظر بگیرید گوشه به هما را که خم بکنید گوشه به هما که خم میشه گوشه به هما که خم میشه اونجا محل شکیتا است. یا اگه میخواید به خول آلما روشه شما وقتی میخواید به هما شکل کنید دستتون رو میذارید رو گردنش، دست چپتون رو میذارید رو گردنش. دستمون رو که میذارید دستمون چهار تا انگشت داره. خب دنجه طبق نظر همه دیگه طول بس هرشت که بیشتر چهار انگشت نی. پس چهار انگشت میذارید اونجا رو ببرید از زیر گلو بعد اونجا که سره زیر سره چهار انگشت رو میذارید بعد گردن که اینجوری برگشته چهار تا انگشت میذارید میبرید. این چهار تا انگشت که میذارید دیگه لخوله آلما زیر طول بسر بشه. پس طبق نظر ماران طول بسر بشه دو اصبعه، طبق نظر رما چهار اصبعه. و یه رسم قدمونین بوده که وقتی میخواستن شکتا بکنن گوشه به همای را خم میکردن هر را قرار میگرفته اونجا محل شکتا بوده، یعنی که چهار انگشت میذارن بعد سر به همای را میبرن. درست دارم اتای؟ اضافه نه خب بریم ادامه ابو طیب. میریم سایف بله ادامه سایف بیت. اوف اوف و در اوف هکل لفی گدلو اختنو، همه چیز بر طبق بزرگیش و کوچیکیش. یعنی آقا یه اوف ممکنه کوچیکتر باشه یه اوف ممکنه بزرگتر باشه. این دوتا انگوش که میگیم نه بر طبق بزرگی و کوچیکیشه. مثلا تو کبوتر کمتره، تو خروس مثلا همون اندازه بیشتره. برابری طبق بزرگی و کوچیکیش اینو اندازه میزنیم. هگار و این خیلوق و فرق نداره بین یونا بین کبوتر با سایر پرندگان که اینا همیشون با هم دیگه برابرن. ببینید همه برابره که تو بس همشون تا داشته باشن و یه جا باشه با اینا، ولی این اندازه ممکنه فرق بکنه. این اندازه ممکنه آقا مثلا کبوتر یکم کمتر بشه پرنده عوض بشه. بله خب اولمتا اولمتا و از پایین اد هزفه تا زفه تا اون چینه دار پس او تایی محل شخیتای اوف در دروشت گفتیم اونجایی که میتکروس میشه از بالا از پایین تا زفه تا اونجایی که اون زفه میرسه اون چینه دار قرار داره. واضح؟ هرگاه به اوف، حالا فرض کنید یه پرندهی باشه که زفق نداره، چیندان نداره، خب؟ اوف اوف، چی؟ بله، فرض کنید مثلا چیندونش پایین رفته، نیمده بالا، پایین خالیه، وقتی خالی باشه که بالانی مشخص نید. اوف اوف و در مورد پرندهی که شن لو زفق که چیندان نداره، اد بن ها گفنیم، تا بالشه، تا جایی که بالش اینجوری خمه این باله اینجاست، تا اینجا میشه شخطا کرد. خب اولفیش این آنو بگیم چون که ما وارد نیستیم تو این اندازه ها سعی که شکیتا کنیم به امسه هستوار در وسط گردن لئورکو از نظر طولی به آز یوسه میده صافه که اون موقع خارج میشه از جنبه شر. نه وقتی پر باشه میاد بالا. بله وقتی پر باشه میاد بالا بشه اگه خالی باشه بشه چینه دانه پایین تر میره. ما پایین تر باشه همچون که بالش بالش هست اونجا را حساب میکنیم. بله البته رب تن شما همیشه سعی بکنید وسط گردن را شکتا بکنید که چون این اندازه و اینا را زیاد وارد نیستیم طبق نظر رما. خب رب تن سعیف قطان ه
اتس به اتاو به کاتاو به شخ و نوشته در شخ و در هر به همه با خیا برابرن چه بزرگ و چه کوچیک. یعنی طبق نظر شخ به همه آقا فرق نداره چه بزرگ باشه چه گسا باشه چه دقا باشه، وقتی چهار اسبا بذاری میشه شختا کرد به این. بله خب سایی فاتای وا هزفق اون چیندان و پیرش و و پیرش و توضیح میده هشف اد گگوت هزفق تا سقف اون چیندان ولو گگو و سقفش نیست در جوزه و سیمان این شاخ هست به گگو و سیمانش اگه اومد شکیتا کرد در گگ اون بله ولو به گگو بیخلال چی شده بخشید هزفق و پیرش هشف و توضیح میده شخ تا گگ اون زفر و ولو گگ و بیخلال و اون گگش گگ بالای اون چیندان. ببینید چیندانی گرده یه بالا داره اون بالاش هم گنگ گنگ بله ما هم عکسش هم میذارم تو گروه هایینا. بله بفرمایید هاخام شانون مخیلا منظورش که تا خود اون حالا بامش یعنی تا اون خودش جزش نیست. بله تا بامش خودش جزش نیست دقیقا کلکاوت. بله تا بام اون بالای زفقه خودش جزش نیست کلکاوت. بله پس هزفق و توضیح میده شخ اد گگوت هزفق تا گگ اون چیندان دلو گگو بیخلاد و اون گگش در جزش نیست به سیمان این شاخت به گگو و نشونه این که اگه شیختا کرده در گگ زفق این میره اور لاوان اگه دیده میشه یه پوست سفیدی به یادو و مطمئنه شنا گبو که به اون برخورد کرده به اوت سیمان و بازم یه نشونهی برای گرگ زفق این با شنه اوراد که ما بوشت دوتا پوست مثل وشت نداره. پس گگ زفق دوتا نشونه داره که ما گفتیم تا گگ زفق میشه شخیطا کرد دوتا نشونه داره، یکی این که پوستش سفیده، یکی این که دوتا پوست نداره مثل وشت. وشت دوتا پوست داره ولی اون گگ زفق یه پوست داره. این هم میتونیم به این شکل تشخیص بدیم. بله بفرمایید هاخام شالوم. مخیلا این مورد بیشتر برای خروس ها هست که بانگ میگن میاد گردنشون میکشن. این بابا هم بمکته گردنشون که میکشن بالا این چینه دونه میاد بالا. بله تو مرغ و اینا زیاد معلوم نیست، بیشتر تو خروس معلومه. دقیقا خروس های شهری ها که خیلی بانگ میگن برای اونا بیشتر. بله دقیقا خلاقا بود. بله خب بله بله اون وشتی که بهش اینه اون زفقه زفق وصل میشه به وشت اون سفیده یه پوست داره بعد بله زنده باشید. خب رابطه میخوای تا سر همینجا محلا نگرد داریم تا سر همینجا تا وزارت هشم جلسه دیگه ادامه میدیم. موفق باشید. تصفار عباش شارو عفم شارو عفم.